راه و رسم کار می دانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تیوی دعوت می کنم. سلام بر دوستان خوبمون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید سرفراز و سربلند و شادمان باشید با تصمیم‌های خیلی خوب در زندگیتون که زندگی سازه، نه فقط از لحاظ مالی بلکه از نظر روحی هم به شما امید و شادی و سرفرازی میده. در هر صورت برنامه ریل استیت اند مارکتینگ رو شروع میکنیم و چقدر خوبه که با هم یک کمی درد دل کنیم. امشب میخوام با شما درد دل کنم، میخوام برای شما سلر عزیز صحبت کنم و شما بایر عزیز. یه داستان خیلی کوچیکی براتون تعریف میکنم که شاید بتونه مقدمه خوبی برای برنامه امشب باشه. خدمت شما عرض کنم که تصمیم گیریه بایر و سلر یا خریدار و فروشنده در زندگی خود شما و در زندگی ما تأثیر بسزایی داره و در زندگی خانوادتون. به عنوان مثال ما لیستینگی گرفتیم به قیمت 850,000 دلار که این لیستینگ رو فروشنده واقعا از صمیم قلب میگفتش که اگر تو بتونی قیمت 850 برای من بفروشی من واقعا به قول معروف میپرم هوا. ما اومدیم لیستینگ رو گذاشتیم و از بخت خوب ما هم مالتیپل آفر شد و ما این لیستینگ رو فروختیم به قیمت 885,000 دلار، 35,000 دلار از اسکینگ پرایس بالاتر. حالا اینجا موقعیت پیش میاد، حتی هم گذاشتیم اپریزال کانتینجنسی نداریم، یعنی اگر که بایه بره و لندرش کمتر از اون بیشتر از اون یعنی بیشتر از اون چه که هست نه بلکه کمتر از اون که از اپریز بشه باید از جیب خودش پول بیاره، اون رو هم برای سلر خودمون درست کردیم و حالا همه چی داره پیش میره، به خوبی داره پیش میره و سلر واقعا تصمیم گرفته که بفروشه. یه مدت زمانی میگذره، بایر میاد اینسپکشن میگذره، بایر داره لونش رو میگیره، لونش هم داره تموم میشه، یک مرتبه میبینی که شب خوابیدن و صبح بیدار شدن و میگن که میدونی چیه؟ ما حالا نمیخوایم خونمونو بفروشیم. چی؟ حالا اصلا واقعا از نظر اینکه واقعا ما بخوایم پولی بسازیم مطرح نیست، مسئله مسائل قانونیه که شما باید در نظر بگیرید. من که شاک شده بودم میگفتم واقعا اینطور میخوان انجام بدین؟ گفتن که آره، ما یک دفعه تصمیم گرفتیم که حالا ولش کنیم، حالا نمیخواد خونه بزرگتر بگیریم، همینو نگرش میداریم و و و و و. خب من هم به عنوان یک لیستینگ ایجنت اگر بخوام واقعا دفاعی بکنم از بایر به این صورت حساب میشه که فرضاً من میخوام پولی بسازم. بنابراین من یه نگاهی کردم گفتم شما میدونین که چه اتفاق خواهد افتاد، پس بهتره که با وکیلتون صحبت بکنید. حالا این مسائل البته بالاخرهش رفع میشه. چگونه بیای به بایر بگی؟ آیا بایر یا خریدار چه ریاکشنی از خودش نشون میده؟ چه کار میتونه بکنه؟ مسائل قانونی هم وجود داره و چه نتایج بعدی در بر خواهد داشت. آیا خیلی نایسه و میتونه که راحت بگه اوکی من هم همین کارو انجام میدم، من هم کنسل میکنم، که بهش میگن میوچوال اگریمنت، اون کنسل میکنه اونم باشه، و یا اینکه میخواد بعد از این مسئله بیاد لیگال اکشن بکنه و تمام خسارتی که داره بخواد از طریق وکیل از طرف بگیره. در هر صورت خواستم خدمتتون عرض کنم که بهترین و مهمترین مسئله‌ای که میشه در نظر گرفت برای انجام کارهاتون اینه که انسان باید تصمیم گیری در زندگی که انجام میده اول فکر خودشو بکنه، اول ببینه واقعا میخواد چیکار کنه. اینکه مخصوصا در کشوری مثل آمریکا یا در کشورهای خارجی شما میدونین که چقدر کاری که ما انجام میدیم یا قراردادی که مینویسیم، حتی قراردادهای خیلی ساده میتونه زندگی ساز باشه و یا زندگی خراب کن باشه در زندگی. تمام این وکلایی که در دادگاه هستن و شما میرین میبینین صبح تا عصر دادگاه ها شروع میکنن بیا و برو و وکیل بگیر و این حرفا، به خاطر اینه که
به قولشون وفا نکردن یا زیر قولشون زدن. حالا این هر چی که میخواد باشه، ببینید چقدر مسائل حقوقی پیش میاد وقتی که ما زیر قولمون میزنیم، حتی وربالی، حتی زبونی. کسی به کسی میگه من اگر شما چنین کاری بکنیم، من در قبالش چنین کاری رو انجام میدم، و بتونه ویتنس بیاره و شاهد بیاره، میتونه خیلی کارهای قانونی انجام بده. حالا این قصه رو برای شما گفتم، قصه که نبود، یک کیس جدید بود در کار ما و الحمدلله داره به خوبی پیش میره و داریم مسائل رو حل میکنیم. اما شما فروشنده عزیز، شما خریدار محترم، شما مهمترین مسئله زندگیتون اینه که مسائل زندگی شخصیتون رو، فاینانشیالتون رو و مسائل خانوادگیتون از همه مهمتر تبادل نظر بکنید. شما وقتی که ما میایم پیشتون، با شوهرتون یا با خانمتون باید صحبت بکنید، همدیگر رو قانع بکنید که آیا این مسئله، این راهی که ما میخواییم بریم توافق دارین یا نه. گاهی مواقع آقایون سکوت میکنن یا گاهی مواقع خانوما سکوت میکنن و ما به عنوان یک ریل استیت ایجنت هرچی سوال میکنیم میبینیم نگاهی میکنن، سرشو تکون میدن، میگن اوکی اوکی، اما بعد در پشت این مسئله خانوادگی چه مسائلی دور میزنه که ما نمیدونیم. موقعا نمیخوایم هم بدونیم، نمیخوایم بفهمیم. ما از شما میپرسیم که آیا در هر دو طرف رضایت کامل برای انجام این کار دارید؟ به عنوان فروشنده، آیا شما به عنوان خریدار، زن و شوهر هر دو با بچه هاتون تصمیم گرفتین که جای بهتری بخرین یا خونه جدید تهیه کنین؟ آیا از نظر مالی راحت هستین؟ این مسائل خیلی ساده که به نظر ما ایرانی ها واقعا ساده میاد، ولی اینها زندگی ساز زندگی شماست. همه رو نمیشه آدم بگه حالا یه طوری میشه، حالا میذاریم فروش، حالا یه طوری میشه، حالا میخوایم میریم خونه میبینیم بالاخره یه جوری میشه. آخه مگر زندگی شما، وقت شما، وقت حالا ما از خودمون میگذریم و زمانهایی که میتونید شما کارسازی بهتری انجام بدین، اونا براتون باید خیلی اهمیت داشته باشه، همینطور که برای ما اهمیت داره. زمان واقعا خیلی مهمه در زندگی آدم که چگونه این وقتها رو میگذرونه و با چه برنامه هایی در زندگی میگذرونه، چگونه قدم بر میداره. وظیفه ما به عنوان یک نماینده خرید و فروش املاک این هست که راهنمایی کنیم، این هست که بهترین راه با همدیگر تصمیم بگیریم. اما دیگه واقعا نمیدونیم که یک مرتبه اگر تصمیم های شما عوض بشه، ما چگونه باید به شما کمک کنیم و چقدر نروستان میشن همه، چقدر اذیت میشن، چقدر یک کار ساده میتونه به خوبی، به با مهربانی، با رعایت اصول اخلاقی، با رعایت اصول حقوقی انجام بشه، ولی یک باره به خاطر یک تغییر تفکر یا اگر یک اتفاق غیر منتظر بیفته، ما میدونیم بله باید از اون اتفاق غیر منتظری که افتاده ما درخواست های متفاوتی برای خریدار یا فروشنده بکنیم. ولی وقتی که همه چی داره نرمال پیش میره، من به شما گوشزد میکنم که شما عزیزان من، شما دوستان خوب من، خواهران و برادران عزیز من، سعی بکنید که راهی که دارید میرید روش فکر کنید. نه اینکه حالا بشین دو سال فکر کنید که آیا این کارو بکنیم یا نه، اما دارین انجام میدین جوانبتون در نظر بگیرین و قاطع باشین، قاطع در تصمیم گیری خودتون و ادامه بدین. انشالله که همه چیز به خوبی و خوشی طی خواهد شد. ما کلاینت های آمریکایی زیاد هم داریم و گاهی مواقع اتفاق میفته که واقعا درسای از اونا یاد میگیریم، به خاطر اینکه میبینیم زمانی که پای تعهد در میون میاد، یه خورده بیشتر از ما جدی میگیرن، ما یه خورده مسائل قراردادی رو کمتر جدی میگیریم. و زمانی که شما فروشنده محترم میخواین وارد این معامله فروش بشین، بایستی در نظر بگیرین که هیچ مسئله ای رو
از خریدار خودتون پنهان نکنید. اوراقی به نام ترانسفر دیسکلوزر هست. ما باید بدیهای آنچه را که در اون جایی را که داریم فروش میکنیم وجود داره ترانسفر کنیم به بایر. هر چی شما منفی بگین مهم نیست که به هم میخورن، خریدار دیگه پیدا میشه. اما هر چی که منفی شما به طرف بگید شما را سیف میکنه، شما را از یک لاسوت حقوقی برکنار میکنه. بهش میگن disclosure of the fact، هر حقیقتی که وجود داره. اگر شما حتی روف خونتون رو فیکس کردین باید بگین بله من روف خونه رو 2 سال پیش فیکس کردم، لیک میکرده ولی الان درست کردم. اگر شما ریمادلینگ کردین و این اجازه نگرفتین، حتی ریمادلینگ که به نظر خودتون اجازه نمیخواد، میگین خب من رنگ کردم، کابینتو رو عوض کردم، ریپلیس کردم، کانترم عوض کردم، این که دیگه اجازه نمیخواسته من بگیرم. خیلی بهتره بنویسید ما ریمادل کردیم بدون پرمیت. اگر جایی در منزلتون وجود داره که خودتون خواستین گاراژ عوض کنین، اتاق بزنین، یه اتاق کوچیک چپ بزنین، یه کارای انجام بدین، بنویسید من کارایی که کردم پرمیت نداره. شما رو به خاطر این مسئله نمیان بازداشت کنن یا اذیت کنن یا بخون معامله رو به هم بزنن. اگر یک مسئله لاسوت وجود داره در زندگیتون، در مسئله خونه یا هر چی، اگر اومدن اگینست پراپرتی یه لاسوت گذاشتن، حتما باید دیسکلوز باشه و هر چی که منفی در این قسمت وجود داره در منزلتون، در شاپینگ سنترتون، در لندتون، در زمینتون باید دیسکلوز کنین. خیلی زود وقت میگذره، خیلی حرفا داریم با هم دیگه بزنیم، خیلی صحبت ها میشه که با هم بکنیم. انشالله در برنامه های آینده شاید بتونیم با هم از طریق تلفن صحبت بکنیم تا بتونیم مسائل خیلی ساده که میتونه واقعا دوچار یک مسئله بزرگ باشه رو جلوگیری کنیم. وظیفه ما این هست که از اون چه که خدای نکرده منفی بار میاره برای شما در آینده در معاملات املاکتون جلوگیری بکنیم. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در برنامه های آینده قول میدم که لیستینگ های خوبی براتون تدارک ببینم و بیارم و شما رو برای همیشه برای آرزوهای بهترین ها و شادی آفرین ترین لحظات زندگی به خدای بزرگ می سپارم. شب به شما خوش. راه و رسم کار می دانیم ما، یاور مشکل پسندانیم ما. فریده اشراقی هستم و شما هموطنان عزیز را به دیدن برنامه ریل استیت اند فاینانشال مارکت از طریق رویال تایم تیوی دعوت می کنم.